سعید علی یکم بیشتر میخوابیدی، دیشب نخوابیدی. آبجی یه عالمه کار رو سرمون ریخته، باید برم بازرچه. باشه برو، منم غروب میام. باشه. بله سعید علی خان. بفرمایی خودمم. گفتی مغازمو اجاره میدم، امروز رفتم پسرات فشکشم کرده. شما با هم هماهنگ نیستین؟ یکیتون میگه بیا، اون یکی میگه برو. نه برادر، من نظرم عوض نشده، اونا اشتباه کردن. فقط امروز ما مراسم ختم بریم. میشه من بعدم به همین شماره زنگ بزنم؟ باشه، پس منتظر خبرت. باشه. کی بود؟ مشتری واسه مغازه. محمود اینا بیادبی کردن. نمیخوای از خر شیطون بیای پایین؟ حتما باید اجارش بدی؟ آخه تو چقدر لجبازی. ملک از کارگاه رفت، از خونم اونم داره میره، ولی تو کوتاه نمیای. عمه جون، میگم بهتره باهاش جر و بحث نکنی. دیدی که عمو حافظ دیروز سکته کرد، امروز مرد. اون وقت زبونم لال یه بلایی سر بابا جون میاد. کاش به جای حافظ من میمردم راحت میشدم. ای وای عمه، خدا نکنه زبونتو گاز بگیر. ملک کار درستی کرده، خونه گرفته. اینجا هم که کار کنه، هم از لحاظ مادی هم معنوی روبرا میشه. البته اگه راحتش بذارن. من درسته پیش خودش چیزی نگفتم، اما بیچاره حق داره بترسه. دست از سرش بر نمیدارن که. حتی ما میترسیم ازش بپرسیم که کمک لازم داری، چیزی میخوای یا نه. زشته کاری کردن آدم از انسانیتش شرمنده بشه. کاش تنها مشکلش همین بود. اینایی که کارگاه و ورده زبونشون کردن، فردا عمر و دفنرم راحت نمیذارن. اینطور که معلومه ملک هنوز خبر نداره. میرزا، یه شاگرد دیگه هم اومد، برای تو نوشتمش. کلاس من دیگه خیلی شلوغ شده. باشه، مشکلی نیست. نوشه جان، بیا تو هم بخور. بفرما. نه من باید برم. خب دیگه فعلا. ملک، برای خونه چیزی لازم داری؟ نه ممنونم، ممنونم خلیل. بیشترش رو جور کردیم. با شاکینام یه چند تا وسیله به هم دادن. خونه قشنگی شده. کار خوبی کردی، بچه هم راحت میشن. آره میرزا، همین که تو خونه خودمون باشیم یه دنیا ارزش داره. امروز بعد مراسم میریم خونه جدیدمون، قرار زندگیمون از نو شروع کنیم. خدا پشت پناهتون باشه. ممنونم خلیل، قراره تو هم یه زندگی جدید رو شروع کنی. برات خوشحالم، به تبریک میگم. با مریم حرف زدم، معلم بچه هامه. دختر خیلی خوب و صادقی به نظر میاد. امیدوارم که خوشبخت شی. من دیگه برم، بچه ها منتظر من. داداش، تو میگی این وصلت شدنی نیست، اما همه حلقه دستت کردن، منتظر عروسیت هم. رفیق، من باید به مریم زنگ بزنم. دخترم بیا یه قهوه بخور، خستگی در بره عزیزم. ممنون خدیجه خانم. اگه این قضیه رو برا بشه زنگ میزنم، با مامانم ایرا صحبت میکنم. بذار این مراسم تموم شه، همه چی رو برا میشه. خلیل زنگ میزنه. جواب بده دخترم. الو خلیل، قم آخرت باشه، من نمیدونستم. ممنون، ممنونم مریم. مریم باید با هم حرف بزنیم، اما تلفنی نمیشه. باشه، هر وقت تو بخوای. امشب مراسم ختم عمو حافظه، بعدش اگه وقت داشتی همدیگه رو ببینیم. باشه؟ باشه، پس خبرم کن. باشه. خب چی گفت؟
نمیخواد ازدواج کنه خدیجه خانم. وای من چی کار کردم؟ چرا وارد همچین ماجرایی شدم؟ حالا ماجرا رو از اول تعریف کن ببینم. خب بچه ها، امروز تمرکزتون رو این باشه که تمریناتتون رو تو بازی به کار ببرین. پس حواستون رو جمع کنین. خب همه برن سر جای خودشون، سیاه این طرف، سفید اون طرف. کرم. بله مربی. برو بیرون بشین رو نیمکت. چرا مربی؟ اول باید یاد بگیری به اعصابت مسلط باشی. ورزش انضباط میطلبه، اخلاقیات میطلبه. باید یاد بگیری عاقلانه رفتار کنی و دیگه رو حرف من هیچ حرفی نزنی پسرم. خب بچه ها همه سر جای خودتون، همونطور که گفتم حواسا جمع. خب مامو، تو هم از خواهرت یاد گرفتی که حرفمو گوش ندی؟ یعنی چی که ما مغازمون رو اجاره نمیدی؟ بابا تو رو خدا این کارو نکن. آخر شیطون بیا پایین دیگه. به خدا این کار فقط به ضرر خودمونه، بقیه ککشون هم نمیکسه. تازه مگه محافظ وصیت نکرده؟ مگه نگفته مغازه رو نره دست غریبه از اونجا نرو؟ پدر من چرا به خودت لجبازی میکنی بابا جان؟ ببین ملک که داره میره، خلیل هم عروسی میکنه، اما جمالی هم راحت میشه. دیگه چی میخوای بابا جان؟ حق با داداشه بابا. ببین میدونی چی کار کن؟ میخوای یه مدت نیا مغازه، بمون استراحت کن، ما کارا رو انجام میدیم. بعدش هم اگه دیدی دلت نمیخواد برگردی اینجا، یه جای دیگر رو برات اجاره میکنیم. چطوره؟ همه رو خبر کردم اوستا. کارگام رفتی به خلیل گفتی؟ بله اوستا، ملک خانوم، آقا خلیل، آقا میرزا همشون اونجا بودن. سعید علی، میدونم داغ داری، هر دومون دنبال آرامشی، ولی مثل این که حساب بعضی چیزا از دستمون در رفته. گفتین ملک دیگه نمیره کارگاه، لج کرده دوباره پاشده رفته. درسته قرار نیست اتفاقی بیفته، ولی به عنوان یه پدر دیگه حرفت برو نداره. نمیدونم از این به بعد میخوای چی کار کنی، اما روزی که برگشت اگه محکم جلوش وای میستدی هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد، اعصاب هیچ کس هم خورد نمی شد. جمالی، من ملک رو به خونم راه دادم، ولی هیچ وقت نبخشیدمش. تا آخر عمرم اشتباهشو نمی بخشم، ولی بچه هاش بیگناه. الان هم که دارن میرن، من 20 ساله که میگم دختری به اسم ملک ندارم، هنوزم میگم دختری به اسم ملک ندارم. اما نه من تونستم اینو بهت بفهمونم، نه تو خواستی بفهمی. برای همینم دیگه نمک رو زخم من نباشی. عمو جمالی، آخه تو چه جور آدمی هستی عمو جمالی؟ اومد با یه مشترندیات هرچی رشته کرده بودیم و زد پنبه کرد. ای لعنت بر هرچی آدم مریضه عمو جمالی. بهتاد ببین منو، یا الان زنگ میزنی این رفیق بونگایید میاد، یا خودم ترتیب اینجا رو میدم. بابا جان یعنی واقعا میخوای اینجا رو بری دست یه آدم غریبه؟ خودت بری یه جای دیگه مغازه وا کنی. پسر مگه تو مغزت فهنه؟ هنوز نفهمیدی؟ باشه بابا باشه،
میتاد زنگ بزن به بونگاییه یه مغازه واسهتون پیدا کنه. تو بابا هر جا دلتون میخواد پاشید برید کبابی بزنید. تو چی؟ من اینجا رو اجاره میکنم میتاد. چرا میخندی؟ مگه جوک میگم؟ من مغازه رو اجاره میکنم. بابا تو هم قرارداد حاضر کن بیار امضاش کنم. من میراث پدر بزرگم و این همه زحمت و دست غریبه نمیدم بابا جان. مانا ببین تو چرا نشد وزه؟ اون چرن میگه گفتم زنگ بزن. چشم بابا. حالا من چی کار کنم خدیجه خانم؟ چرا همچین اشتباهی کردم؟ چرا حرف زمرد خانم رو باور کردم؟ فقط تو نیستی، زمرد خانم از منم سوء استفاده کرد. حالا چی میشه؟ جواب خلیلو چی بدم؟ اصلا نترس، بیرو در واسه حقیقتو بهش بگو. بگو که این مادرت بوده که هر دومونو بازی داده. سپرایز. با یه دست گل میخوای گولم بزنی؟ برو ببین مردم واسه خواستگاری چه کاره که نمی کنه. البته گلا هم خوشگلنه ولی خوب دیگه. همه چی به نوبتش خواهم، صبور باش. بفرما، اینم از درخواست محضر. ببین ما با سند حرف میزنیم خانم، فقط باید گواهی سلامت رو بگیریم. من یه چیز دیگه هم ازت میخوام آلپای جون، گواهی سلامت عقلانی. فوفو جون تو جونم هم بخوای میدم، گواهی که سهله. یعنی جدی جدی داریم ازدواج میکنیم واقعا؟ این نتیجه اعتماده. خدا رو شکر. راستی عزیزم من کارتتو لازم دارم. کدوم کارت؟ کارت بانکیت، چون من پول نقدم تموم شده، اون حسابی که پول بچه ها توش بود مسدود کردن. خلاصه کفگیر خورد تاییدیگ. معلوم بود اینجوری میشه. کاش کنان فوراً کارا رو روبرا کنه، یه پولی دستمونو بگیره. یعنی بازم شیرخانا، بازم کاراداغیا، بازم ملک و بازم همون داستان. آره ببین بذار داستانو واسه تعریف کنم. سالها پیش تو مغازه سعید علی شاگردی میکردم، منو خار میکردم، تحقیرم میکردم و چون تو یتیم خونه بزرگ شده بودم به هم تهمت دزدی زدن. یعنی گناه میتاد افتاد گردن من، میفهمی؟ من و کنان روزه سختی و پشت سر گذاشتیم، آواره کوچه خیابونا شدیم، با هم دیگه گشنگی و تشنگی کشیدیم. کنان دلش پره، غرورش لطمه خورده، متوجهی؟ زندگیمون هیچ وقت آسون نبود. آلپای جون میفهمم، میفهمم، اما چه میدونم اگه منم بخوام کاری آدم رو تلافی کنم یه 10-15 نفر یا باید بکشم. جونم کنان چه خبر؟ سلامتی داداش، گوش کن چی میگم. کسی که قرار داده پسر تو امضا کرده ملک نیست، باباشه، سید علی کارادا. تازه دستمزد قرار دادم ریختن به حساب اون. چی میگی کنان؟ سید علی غلط کرده، هم منو کتک بزنن هم پولای پسرمو بالا بکشن آخه. خیلی خب حالا جوش نزن، میبینم. ممنون که خبر دادی داداش، میبینم. دمت گرم فعلا. وای چی شده؟ باز کجا میری؟ دارم میرم کاسه کوزه این بی شرفا رو به هم بزنم. برو اصلا به درک. پسرم ما داریم میریم بازارچه، مراسم ختم حافظه، پاشو تو هم بیا. اما من امروز تمرین داشتم، خیلی خستم، یه دوش میگیرم میخوابم. دفنه کجاست؟ دخترم میای مراسم ختم؟ کرم اگه مراقب سعید علی هستی من برم. دفنه من خیلی خستم، میخوام دوش بگیرم بخوابم. پس نمیتونم بیام، بچه بیتابی میکنه. مامان گفت حاضر باشین بعد مراسم یا میبرمتون.
مادرتون مرغش یه پا داره. باشه پس من رفتم. کجا بودی تو؟ راجب معادل سازی با آقا مدیر حرف می زدم. چی شد قبول کرد؟ آره آزمون میدیم. باشه پس چه بهتر. تسلیت میگم غم آخرتون باشه. خدا بیامرز زدش. خدا رحمت باشه. خدا رحمت باشه. خدا بیامرز. حاج خانم خدا صبر. خدا بیامرز زدش. خدا رحمتشو کنه. زنده باشی. بفرمایید. تسلیت میگم. ممنون دخترم. مرگ عمو حافظایه بزرگی بنده واقعا متاثر شدم، ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره جز تسلیم و رضا نیست. کدوم کار؟ من که چیزی ندیدم. سلام بفرمایید. آلپنگیل دیدیم؟ بدینش به من. نامه مهمیه، باید به خودشون تحویل بدم. خودش الان تو حمومه، نمیتونید منتظر بمونی. بدین به من، شناسنامه و پاسپورتشو نشونتون میدم. درست نیست اما باشه بیاری. یه لحظه. بفرمایید. اسم و فامیلتونو بنویسین، اینجا رو هم امضا کنین. باشه. بفرمایید.
خدمت شما. ممنونم. خواهش میکنم. بچه بی بچه آلپای جون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. آمين, آمين. آمين. يا رب العالمين اجر و ثواب حاصل از تلاوت قرآن کریم و روزه و خیرات و احسان این مجلس رو ابتداءً پیشکش روح والای پیامبر عزیزمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میکنیم. قبول درگاهت بفرما. آمین. همچنین اجر و ثواب حاصل از اونها رو هدیه به روح اموات و درگذشتگان تمامی حضار دست به دعا و آمینگوی این مجلس می کنیم. قبول درگاهت بفرما. آمین. و در آخر اجر و ثواب حاصل از اونها رو به روح عزیز تازه درگذشته مرد بزرگوار حامی حق استاد گرانقدر مرحوم حافظ خان واصل بفرما و با اولیاش محشور بگردان. آمین. گناهان مرحوم و گناهان ما رو مورد عفو و مغفرت قرار بده. بهشت برینت رو منزل نهایی مرحوم و همه ما بگردان. آمین. و الحمدلله رب العالمین. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا منم اینا رو میرسونم خونه. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عمه بیاین ببرمتون خونه. باشه بریم. بفرمایید. بریم. بیا میرزا من مامانم اینا رو میرسونم بعدش میرم دیدن مریم. شب تو خونه باغ میبینمت. باشه؟ باشه داداش. شما میای با من بریم؟ باشه. مامان بیاییم برسونمتون خونه. بریم دخترم. خب آقای دکتر چه خبره؟ همه چی رو بره؟ خبر خاصی نیست اما میرسه مثل همیشه. فکر نکنم مثل همیشه باشه. چطور مگه؟ آخه خب قرار بود که اول درستتو تموم کنی تخصصتو بگیری بعد بری پی عشق و عاشقی، ولی از قرار معلوم این عشق زودتر اومده دنبالت. بی خبر اومدم. هم دیگر رو بدون رنجش بدون دلخوری دوست داشته باشین. کارتون آسون نیست. یادم نندازم و میرسم. میدونم که آسون نیست. ارزش عشق شما از عشقای سهل و آسون بیشتره عمر. یادآوری کردم فراموش نکنی. دمت گرم. درست میشه دکتر. Thank you.
قضیه چیه؟ کدوم قضیه؟ میدونم الان وقتش نیست، اما غروب تا حالا زل زدی به این خانم دکتر داروساز، چی شده؟ نه بابا، تو توهم زدی، من زل نزدم. آها، دختر همسایه‌مونه، خونمون توی آپارتمانه. خب به من چه؟ آخه دیدم یه جوری نگاش میکنی، خواستم به دامار بدم. ای بابا تو چرا نمیفهمی؟ میگم من نگاش نمیکنم. تو هم که همش نمیشه، چرا نشه؟ ببین سیران واقعا دختر خوبیه ها. بذار ببینم. والا به هم میاین، والا به هم میاین. من یه زن متأهل، اصلا حرفشو نزن. متأهل نیست که، اون که از شوهرش طلاق گرفته. طلاق گرفته؟ ها؟ طلاق گرفته. اگه بدونی این دختر چیا کشیده. طلاق که گرفت از دست اون یارو خلاص شد. شوهر سابقش الان زندونه، همه بدهیاش هم افتاده گردن این بیچاره. ای بابا، سهران قبلا بغل پاساژی داروخونه بزرگ داشت. خب بیچاره واسه تسویه بدهیای شوهرش مجبور شد داروخونه‌شو بفروشه. الان چی کار میکنه؟ واسه یکی دیگه کار میکنه، تک و تنها بدون هیچ کمکی رو پای خودش وایساده. آره؟ وای. اوف. اصلا من اشتباه خیلی بزرگی کردم داداش. چی؟ مگه چی کار کردی؟ هیچی، بیخیال. چی بیخیال؟ از من داری پنهون میکنی؟ قول میدی بین خودمون بمونه؟ حرفا میزنی ها. من و سیران با هم بودیم، یعنی با هم بودیم اما رابطه خاصی نداشتیم. میخواستیم تازه شروع کنیم. خب بعدش که من بچه‌شو دیدم فکر کردم متأهله، هرچی از دهنم در اومد بارش کردم. از دست تو میتاد، از دست تو میتاد. تو فقط بلدی این خروج جنگی به این اون بپری. آخه من به تو چی بگم ها؟ چی بگم بهت؟ برو عذرخواهی کن. من یه حرفایی میزنی ها، برم بهش چی بگم؟ بگم ببخشید من نمیدونستم تو طلاق گرفتی؟ والا داداش من این حرفا حالیم نیست. اگر قصد جدیه این گوی و این میدون، برو باش حرف بزن. نه نمیشه آخه، یه زن مطلقه و تنها با یه بچه زشته، خوبیت نداره. چرا خوبیت نداره؟ چیه مگه؟ ببین الان اینجاستا نرفته، برو باش حرف بزن، عذرخواهی کن. یعنی برم؟ اینقدر دست نکن، میگم پاشو برو باش حرف بزن. پاشو دیگه. استاد ما دیگه مرخص میشی. به سلامت. شب بخیر استاد. شب بخیر. شب بخیر. آخر عاقبت هممون همینه. یه سنگ قبر، یه نماز، طلب بخشش و حلالیت، یه شام و دو تا خرما، دعا و فاتحه. بعدش هم اگه دوست و آشنا یادی ازت بکنن و رحمت بفرستن، خوشا به حالت. اگر هم دشمنات لعنت بفرستن، وای به حالت. ما از بچگی با هم بزرگ شدیم، اسممون تو دفتر اعمال کنار هم ثبت شده. بعدش کینه و دشمنی بینمون افتاد. گاهی من جلو یه زبونمو نگرفتم،
گاهی هم تو وظیفتو به جا نیاوردی، اما این کار آخرت درست نبود. یعنی چی که میخوای مغازه رو اجاره بدی؟ ما اینجا با درست و غلطمون همدیگر رو تکمیل کردیم، ولی تو با اجاره دادن مغازه زدی از وسط نصفمون کردی. نمیدونم از این بسوزم که میخوای یه غریبه رو به جمعمون راه بدی، یا از این که دخترت افتاده جلوی اهالی کارگاه پاشده اومده اینجا. دیدم تو اینجایی، درست نیست من چیزی بگم، اما اومد جلوی این همه آدم جولون داد، تو هم تماشا کردی. خلاصه نشد سعید علی، این رفتار از تو بعیده. چیه میتاد؟ برای چی افتادی دنبالم؟ چیزی میخوای بگی؟ چرا تعقیبم میکنی؟ سیران، من معذرت میخوام. من نمیدونستم جدا شدی. خیلی حرف بدی زدم. لطفاً منو ببخش. نمیبخشمت، چون تو آدم ها رو با پیش‌داوری و قضاوت‌های نابجا میرنجونی. به جای اینکه بیای اصل ماجرا رو از خودم بپرسی، ندونسته و نسنجیده راجع بهم قضاوت کردی، تهمت زدی، زخمی کردی. ببین، من نمیدونم تو چرا اینقدر کج خلقی، اما میدونم دلیلش من نیستم. تو اصلا حق نداری عقده‌هاتو سر من خالی کنی. اگه میومدی مشکلتو میگفتی گوش میکردم، حرف میزدی درک میکردم، میپرسیدی جواب میدادم، اما من نمیتونم با این اخلاقت کنار بیام. نمیخوام کنار بیام. برای همین فراموشم کن میتاد. خلیل تو راه یک کلمه با هم حرف نزد. ازتون رنجیده؟ انتظار داشتی چی بگه؟ گفتم اگه بفهمه دیگه نگاهتونم نمی کنه. گوش نکردین. سلام علیکم. علیکه سلام بابا. همه رفتن؟ آره دخترم، همه رفتن. خدا روح حافظ رو شاد کنه. بفرمایید. وقتتون بخیر. خوش اومدی خدیجه خانم. خدیجه خانم، غم آخرتون باشه. نشد بیام مراسم. زنده باشی. خدا رفتگان شما رو بیام عرضه. خوش اومدی. بفرما بشین خدیجه خانم. چیزی میخوری؟ چایمون تازه دمه، بگم براتون بیارن. ممنون دخترم، میل ندارم. بعد موقع مزاحم شدم، منو ببخشید. خواهش میکنم خواهر، خونه خودته. خدیجه خانم، طوری شده؟ زمرد خانم، من خیلی ازت دلخورم. خیره انشالله، مگه چی شده؟ این همه ساله که با هم همسایه ایم، نمیفهمم چرا این کارو با من کردی.
بیا بریم بیرون دوتایی با هم صحبت کنیم. من چیزی واسه قایم کردن ندارم، میخوام همه حرفامو بشنون. میشنویم. مریم رفته با خلیل حرف بزنه، میگه این وصلت شدنی نیست. کی همچین حرفی زده؟ خودت میدونی، تعجب نکن. خلیل نه به این وصلت راضیه نه خبر داره. مریم به تو اعتماد کرده بود، اما امروز همه چیو به خلیل میگه. بهتر خلیل از همه چی با خبر باشه که آبروی مریم نره. اونم یه غروری داره، درسته؟ مریم ببخشید این وقت شب کشوندمت اینجا. مهم نیست، بذار اول من شروع کنم. نمیدونم چطور شد که کار به اینجا کشید. وقتی با زمرد خانم آشنا شدم نمیدونستم مادرته. به خاطر کمک به مدرسه رفتم ملاقاتش، از نیتش خبر نداشتم. سر میز شامم که دیدمت برای همین انقدر راحت بودم. آخرین باری که ما با هم دیگه حرف زدیم قرار شد دوست باشیم. اما دیروز خانوادت اومدن، داستان عوض شد. خانوادت ازم خواستن با پدر و مادرم صحبت کنم. همرم با خبر کردن. امروز هر کی منو دید بهم تبریک گفت. نمیدونم چی شد که کار به اینجا کشید. خلیل، تو از همه این ماجراها خبر داشتی؟ از اومدن خونوادت؟ میدونی منو تو چه درد سر بزرگی انداختین؟ میدونم، یعنی درکت میکنم مریم، کاملا بهت حق میدم. من به جای خونوادم ازت معذرت میخوام. میدونم تو درد سر بزرگی افتادی، واقعا شرمندم. اونا مثل باشاکینا ما رو مناسب هم دونستن، واسه خودشون بریدن و دوختن، منم گیج شدم. حالا نظر خودت چیه؟ متوجه نشدم. منظورم اینه که با وجود همه این اتفاقا بازم منو قبول میکنی؟ اگه تو هم همینو میخوای باید نامزد کنی مریم. من حاضرم. داری میری؟ آره عمه جون. هنوز برگشتنتونو باور نکردم. نشد بشینیم دو کلام با هم حرف بزنیم، از احوالاتمون، از روزایی که از هم دور و جدا بودیم بگیم. بازم درد و دل میکنیم عمه، یه عالمه با هم صحبت میکنیم. اونجام خونه خودتونه، درمون همیشه به روتون بازه، شبا میشینیم صحبت میکنیم عمه جونم. آه عمه. عمه جون دلم برای این بچه تنگ میشه، آخه چجوری نوریشو تحمل کنم؟ خب آخر هفته ها که مدرسه نمیره میارمش اینجا پیش شما. تازه ما که جای دوری نمیریم، هر وقت خواسته خودتون برین مدرسه دنبالش. باشه، هر طور صلاح میدونیم. بچه ها، مادرتون رو به شما میسپارم. مراقب هم دیگه باشیم. دست همه جونو ببوسید. Thank you.
برو دست همه جونو ببوس. آفری. داداش براتون دعا میکنم ملک، ایشالله با آرامش برسین. مراقب هم دیگه باشین. من دادو هوار میکنم اما تو جدی نگیر. هر اتفاقیم که بیفته من پشتتونم. میدونم داداش، میدونم میدونم عزیزم. تو خیلی به من کمک کردی، واقعا ازت ممنونم. شما بیاین خونه ما باشه، اونجا خونه هممونه. مگه نه قدری خونه ما بیا باشه. عزیز دلم نمیدونی چقدر براتون خوشحالم. ایشالله خونتون پر برکت باشه، نگران هیچی نباش. باشه ممنونم قدری به خاطر همه چی. جایی دستتو ببوسم. اوزیله جان خاله بیان، دختر قشنگم. چیزی لازم داشتن زنگ بزن. باشه. خدا پشت و پناهت باشه دخترم. حلالم کنید. باشه. حلالت باشه دخترم، اینطوری نگو. دلم به رفتنتون راضی نیست، اینو بدون. مامان خونه جدیدمون هزینه داره؟ نه پسرم. پس بابا بزرگم بیاد یکی برام بسازه. ماشین و مزلاختو برداشتی؟ آره، گذاشتمشون تو کیفم. آفرین پسر خوب. بابا بزرگ خداحافظ. دفنه برو دخترم. دفنه خواهش میکنم دخترم عزیزم. خدافظ بابا بزرگ. بابا بزرگ
من بازم میام اینجا، مامانم میارتم. معلومه که میای پسرم، معلومه که میای عزیز دل من. برام اسباب بازی میسازی؟ آره میسازم، قسم میگم. رو خاک پیشیم شیر میریزی؟ میذاری تو مغازت شاگردی کنم؟ آره میذارم، میذارم، معلومه که میذارم. اخ جون خیلی ممنون بابا بزرگ. کرم چمدونو بردار دفنه، دست برادرتو بگه شما برین، من الان میام. با اشتباهاتم، با درد سرام، دست بچه هامو گرفتم، دارم میرم بابا. شما ما رو به خونت راه دادی، در خونتو برامون باز کردی، سر سفرت نشوندی، به همون جا و مکان دادی. خدا ازتون راضی باشه. دختری که سالها پیش گفتی مرده رو بازم مرده بدون بابا. فقط یه خواهش دارم، محبت تو از نوه ها دریغ نکن، اونا خیلی بهت دل بستن. تلافی اشتباه های منو سر اونا در نیار لطفاً، به خدا دیگه هیچی ازت نمیخوام بابا. فقط این که میخوام شما همیشه خوب باشی. دلم میخواد همیشه حالت خوب باشه بابا. چرا وایسادین پسرم را بیفتین؟ میگه برو دخترم.